سلام بچه ها، چطورید؟ خوبید؟ سلامتید؟ بهترید؟ رو پشت بومم، همون جای همیشگی شهر اومدم یکم کلن در رابطه با همه چی باهاتون صحبت بکنم و شاید ویدیو طولانی بشه، پس اگر دوست ندارید رد کنید. حالا نمیدونم این ویدیو رو توی یوتیوب میبینید، توی اینستاگرام میبینید. من حتی توی اینستاگرامم خیلی از بچه ها رو آنفالو کردم به خاطر اینکه گاهی اوقات یه چیز خیلی مهمی پیش می اومد، دوست داشتم که مثلا اونایی که حداقل میشناسمشون و دنبالشون کردم یکم اهمیت بدم، ولی خب نمیدادن. بچه ها، من مثلا توی زندگی خودم دوست دارم که الان با 23 سال سن برم کلاس بسکتبال ثبت نام بکنم، چون من کلاس بسکتبال کلن رفتم پرسیدم ها، ولی خب نشد برم. یه جورایی رفتیم توی یه قسمت از شهرمون که زمینش هست، که 2-3 سال پیش دیده بودم هستش، حتی توپ بسکتبال هم خریدم، ولی رفتیم و نبود، یعنی زمینه عوض شده بود. خلاصه من دوست دارم که بسکتبال برم، ولی نمیشه، که دلیلش رو بهتون میگم. میخواستم برم کلاس زبان فشرده برای مدرک تافل، یه دوره 5-6 ماه هستش که بازم نمیتونم و نشده، و دوست دارم که بدنسازی هم کار بکنم، ولی بازم نشده، چون هزینه همشون خیلی به قول معروف بالا هستش. و از اون طرف هم من دارم الان یوتیوب کار میکنم، به جز چنل زبانم در واقع چنل دیگه هم دارم، اونم حالا ترسناک هستش و خیلی روش سرمایه گذاری کردم به قول معروف، و خب خیلی دارم روش تلاش میکنم. و از اون طرف برای آموزشش یه دونه پک میخوام بگیرم از همین، فکر کنم میشناسید، یوتیوبر شو، که خب اونم هزینش خیلی زیاد هستش. حتی من 6 سال کاراته میرفتم، تا کمربند مشکی رفتم، ولی باز به خاطر اینکه شهریه ها خیلی کلن رفت بالا کنسلش کردم و دیگه کلاس کاراته رو نرفتم. یه چیزی رو میخوام بهتون بگم بچه، من الان داره تاریک میشه و نویز خیلی زیاده دیگه، شرمندم. من بچه توی زندگی خودم خیلی تلاش کردم و تنها حامی هم که داشتم خدای خودم بود و مادرم، که مادرم تا حد امکان کمکم کرد که حالا رسیدم به اینجا، چنل یوتیوب دارم، چه میدونم درآمد دارم، هرچند کم، همون 1-2 میلیون تومنه، و این که مثلا رسیدم به این ذهنیت، دارم تلاش میکنم، ذهنیت های بزرگ دارم، هدف بزرگی رو دارم، و دیگه دوستی ندارم که بخوام بگم عیب نداره، اصلا هدف رو ول کن، برم یه دوری بزنم بیرون، برم چه میدونم با موتور با ماشین، هیچ. و این که حتی من وسیله هم ندارم، یعنی یه دونه دوچرخه، یه دونه موتور یا یه دونه ماشین، که یه دونه دوچرخه داشتم چند سال پیش خراب شد و نتونستم درستش کنم و مونده زیر اون قسمت انباری و داره خاک میخوره. و اینم از این، حتی من بچه ماشین سواری و موتور سواری هم خودم یاد گرفتم و حتی دوستان به هم یاد میدادن، و اون موقع و اون تایم یه مقدار برادرم به هم یاد داد. در کل میخوام چی بهتون بگم بچه ها؟ میخوام بگم که یکم درد و دل، حالا نمیخوام چیز خاصی رو بهتون بگم، خیلی به من سخت گذشته و خیلی تلاش کردم تا که برسم به اینجا، و انتقاد خیلی زیاد و دلم خیلی شکسته از به قول معروف خانواده خودم، حالا لزومن نه مادرم، بقیه. این که شاید یک نفر مسئولیت پذیر نیست یا دلش نمیسوزه مثلا به حال من پدرام 23 سال کوچکترین بچه خانواده، و هیچ وقتم تشویق نشدم که یه نفر بیاد بگه خب مثلا پدرام عیب نداره، حالا بقیه یه خانواده ها یه ماشینی میدن دست بچه هاشون، کاراشون رو را بندازن، یه موتوری، یه دوچرخه حداقل براشون تهیه میکنن که کاراش را بیفته،
یه مسافرتی میری میگی خب چقدر میخوای؟ طرف خونوادت، پدرت، برادرت چقدر میخوای بهت بدم که یه موقع اونجا پول کم نیاری؟ من با 230,000 تومان رفتم مشهد، یعنی 230,000 تومان خرج کردم و کلن حرم بودم و پول رفت و برگشت و کلن مادرم داد و برای این که نخواستم بهش فشار بیارم چیزی خرج نکردم. یا مثلا من هیچ وقت پرسیده ازم نشده که چه هدفهایی داری، چه چیزی رو میخوای. تک و تنها خدا شده نگاه کنید بچه این پشت با ماست، اینم شهرمون. خب همین جور که میبینید من تک نشستم، ساعت 27 دقیقه هستش، همین جوری تنها بدون اینکه کسی چیزی بدونه من دارم سختی میکشم، دارم تلاش میکنم یا حتی خوشحالی میکنم، چیزی میخرم خودم میخورم، قصه ای دارم خودم میکشم، قصه رو میخورن البته، کاری که هست و خودم انجام میدم، هدف گذاریامو خودم میکنم، سختی باشه، ناراحتی باشه، قصه ای باشه، عیب نداره، خودم همشو به جون میخرم. و هیچ وقت ازم پرسیده نشد که هدف چیه، چی کار میخوای بکنی، حالت چطوره، چی میخوای، اصلا بیا با هم صحبت بکنیم راجع به این مسئله، راجع به اون مسئله، راجع به این، راجع به اون، هیچ. و این قلب آدمو خیلی میشکنه. و فکر نکنید که الان دارم خیلی قشنگ صحبت میکنم براتون و همه چی مرتب و اوکیه، نه، من خیلی مثلا زود به زود دلم پر میشه و قلبم میگیره و مجبورم که چه میدونم گریه کنم خیلی زیاد، به مقدار زیاد، بیام پشت بوم شب مثلا ساعت 1 شب و با خدا حرف بزنم و خالی بشم برای اون روز فقط. مثلا من الان دوست دارم همه این کلاس ها رو برم ولی نمیتونم، چون از اون طرف میگم برای ساختن یه زندگی خوب من به پول نیاز دارم و دارم به امید این که بتونم یه روزی این پول رو جمع بکنم زندگی میکنم، وگرنه اگه ببینم نمیشه اصلا زندگی نمی کنم. یعنی واقعا خودم خیلی راحت از این دنیا میبرم و خیال همه رو راحت میکنم، چون ما ایرانی ها کلا خانواده های ایرانی جماعت های مرده پرست هستیم، حالا با کسی که زنده است اصلا کاری نداریم، وقتی بمیره شروع میکنیم به صحبت کردن دربارش که چی شد، چی کار کرد. این که واقعا تک و تنها توی یه مسیری دارم حرکت میکنم خیلی برام سخته و گاهی اوقات اونقدر خودم رو تنها میبینم که اصلا میگم خدای واقعا چرا. حالا نمیشه توی این امتحانی که برای من داری یکم راحت تر میگرفتی؟ و خیلی کلن در طی روز سخت میشه برام. دوست دارم مثلا همه کلاس ها رو برم مثل همه آدم ها که حداقل یکی دو بار یا یکی دو نفر توسط یکی دو نفر کلن حمایت میشن، یکی عمشه، یکی خالشه، یکی پدره، یکی مادره، یکی برادره، ولی من هیچ کدومشونم حتی ندارم و هیچکی واقعا، یعنی هیچ کس نیست که یه اهمیت کوچولویی هم حتی به من بده و واقعا من واقعی رو درک کنه. هیچ کس جز دوستای نزدیک مجازیم که یکی دو نفر بیشتر نیستن، حتی اونام نه، نمیدونه واقعا من چقدر مثلا خوبم، باحالم، کولم، مهربونم، میخندم، هدف دارم، مثل بقیه نیستم و شاید همینا باعث شده که به یه آدم تنها تبدیل بشم. مثلا دارم پیش خودم میگم خب من اگه بخوام برم کلاس بسکتبال حداقل ماهی 200-300 تومن پول میگیره، اگه بخوام برم کلاس زبان فشرده ترمی تقریبا 500-600 تومن هزینه داره، این 1 تومن. اگه بخوام برم حالا یه دونه پک از یوتیوبرش رو بگیرم، حداقل یوتیوب خودم رو ارتقا بدم، 5 میلیون تومن هزینه داره، این 6 میلیون تومن. اگه بخوام بدنسازی کار کنم حداقل ماهی حداقلش 2-3 میلیون تومن هزینه داره، اگه بخوام حداقل یه ذره به خودم برسم. ببخشید بچه، خیلی تاریک شد دیگه، واقعا نمیدونم چی باید بگم، ولی ببخشید دیگه، همینجوری تحمل کنید. و خیلی سخته برام این که میبینم
خیلی راحت دارن این کار رو انجام میدن، یا حداقل طرف مثل منه، همه یه کلاس ها رو میره، حس و حالش رو داره، مسافرتش رو میره، خوشیش رو داره. من سالی یه بار مسافرت میرم و همه اینا رو داره و طرف بهش میگه آقا عیب نداره تو برو، من خودم حمایتت میکنم فلان بهمان. حتی من کلاس گیتار میرفتم، به خاطر اینکه هزینش بالا بود کنسل کردم کلا، کسی کمکم نمیکرد دیگه، من خودم دارم الان کار میکنم صفر تا صد، فقط تو خونه ای هستم که بقیه هم هستم، وگرنه مستقلم کاملا. اونم خیلی وقته. و اینکه مجبورم همیشه منتظر بمونم و هر روز که میرسه با یه سختی خیلی خاصی بیدارشم و بگم خب پدرام آروم باش و برو سراغ اون کاری که دوست داری انجام بدی، برو سراغ اون کار و اصلا نگران هیچی نباش، مطمئن باش که یه روز همه چی درست میشه. با این حرفا در طی روز خیلی سختی میکشم، حتی من اتاقم اونقدر گرمه، دماش تقریبا 40 درجه هستش و از دمای بیرون معمولا گرمتره، چون گرما رو تو اتاق نگه میداره و نه پنکه هست نه کولر. توی اون اتاق گرم من دارم این کارامو انجام میدم و حتی یک نفر به فکر این نیست، که اصلا به فکر خود من نیستن، چه برسه به فکر اتاقم باشن که خنک باشه یا گرم باشه. و این خیلی عذاب‌آور و دردآوره که میبینم چقدر یک فرد میتونه چه میدونم بیمسئولیت باشه، بیخیال باشه، به فکر بچه هاش نباشه، حتی از غذاش، حتی از یه قاشق غذاش برای بقیه نگذره و نیاد بگه خب من این چیزو دارم نگه میدارم برای خودم، مثلا این 5 میلیون تومن پول رو برای کی میذارمش؟ برای اینکه یه روزی یهو زندگی تموم بشه و این نه خود خوری نه کس دهی، گنده کند به سگ دهی، یعنی نه خودت استفاده میکنی نه میدی بقیه، آخرش خراب میشه و میندازیش دور. خلاصه بچه ها من خیلی واقعیتش ناراحت هستم و آرزوهای بزرگی دارم، هدفهای بزرگی دارم، ولی خب هیچ کس هیچ کمکی نمیکنه، هیچ حمایتی نمیکنه و کلن انگار همیشه تو درگیری هستیم با هم، توی خونوادمون، توی خونم، هیچ کس با کس دیگه خوب نیست و همه اینا تقصیر پدرم هستش. البته از همون اول همین طور بود و من همین الان از بیرون اتفاقا اومدم یه دوری زدم، نشستم الان پشت بوم و اتفاقا مرگ این همین لینکر فکر کنم اسمش بود، همین بدنسازه که گذاشتم استوریشو، خیلی باعث عذاب من شد و گفتم خدایا طرف تو بهترین جا زندگی کرده، چند شاید بگم چند ده ساله داره بدنسازی کار میکنه، بهترین غذاها، بهترین خوراکی، بهترین پارتنر، دوست دختر، درآمد فلان، یهو رفت، یهو، اونم توی سن 30. داشتم فکر میکردم که ماهایی که همش میگیم خدایا یا ما رو برسون یا ما رو بردار، چرا برای مثلا یک کسی مثل من اتفاق نمیفته؟ شاید اگه اتفاق بیفته خیلی ها فکر کنن کلن آفلاینم و اصلا نیستم. و اینکه شاید یه روز یه راه ارتباطی توی اینستاگرام یا توی یوتیوب قرار دادم، یه موقع خبری ازم نبود یه ارتباطی برقرار کنید ببینید چه اتفاقی برام افتاد. در کل بچه خیلی خستم ولی تلاشمو میکنم، نمیدونم آخرش به کجا کشیده میشه، چون واقعا خیلی دست تنهام و خیلی سخت داره میگذره برام، میدونی خیلی دست تنها داره میگذره و قصه زیادی میخورم از این که حتی از کوچکترین چیزا هم، کوچکترین توجه ها، کوچکترین کارها واقعا محروم هستم. و برای یه جوان 23 ساله تنهایی از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، از لحاظ زندگی کردن، یه کسی که اینا رو زندگی کنه با این شرایط ایران، واقعا یه آدم خیلی سرسختیه. ولی خب
سرسخت بودن هم یه حدی داره دیگه. خیلی شباب من کلن گریه کردم و اکثرا هم حالم خوب نبوده. خب مثل اینکه کلن نور خورشید رفت، ولی خب عیب نداره دیگه، حالا این مقدار تعامل بکنید، الان قطعش میکنم. آره این انتقادها رو داشتم، اگه یه مقدار نور بره بالاتر خیلی خوب میشه. خب فکر کنم بهتر شد. نه بهتر نشد. آخ خدای، آره بچه نگاه کنی شهرمونو چقدر باحاله، از همین انگیزه میگیرم. در کل بچه ها میدونم خیلی تاریکه، ولی خلاصه این یه سری انتقادا بود که من کردم، یه سری درد و دلا بود، انتقاد که حالا نمیشه گفت، یه سری درد و دلا بود چون خیلی سخت به میگذشت. نمیدونم مثلا این ویدیو رو برای چی گرفتم یا کجا میخوام بذارمش، ولی امروز تقریبا فکر کنم سه شنبه است و دو روز قبل از کنکور، یعنی 13 تیر ماه هسته، شاید فردا ویدیو رو یه جا انتشار دادم، معلوم نیست. و این که بچه ها نمیدونم اگه صحبتی داشتید میتونید توی کامنت ها بهم بگید، دایرکت بهم بزنید، هر جور دوست دارید. و کلن یه درد و دل کوچیکی بود که باهاتون انجام دادم، چون واقعا بچه ها ببینید یه جوریه که من میگم خدایا من نمیتونم دیگه، من واقعا نمیتونم. یعنی میام یک کاری رو انجام میدم، یه چیزی رو مثلا جمع میکنم، دو روز بعد یه چیزی پیش میاد که همش از بین میره، در حالی که من میشناسم خیلی از بچه ها رو به خاطر یه پروسه بزرگی مثل مهاجرت، طرف خونه خودش رو فروخته، یه طبقش رو فروخته و داده به بچه خودش و گفته آقا تو زندگی تو شروع کن، تو کار کن، تو موفق بشو، همه چی برای ما کافیه، همین برای ما کافیه. ولی خب یکی هم هست که حتی از یه قاشق غذای خودش هم برای بچه‌هاش نمیگذاره، چه برسه به این که بخواد یه بار تشویق بکنه توی زندگی. یه بار مثلا من یه بار گیتار میزدم برای تو خونه بودم، پدرم اومد گفت که همین دو هفته رفتی همینو فقط بلدی؟ اونقدر خورد تو ذوقم که شب کلی گریه کردم. حالا شاید بگی مثل دخترو گریه میکنی، ولی مهم نیست برام، اگه تو جای من بودی شاید میمردی، خدای نکرده. حالا من باز گریه میکنم. و ببین چقدر سخته به زبون ساده است که یک نفر بزرگتر بیاد یه نفر دیگر رو تخریب شخصیتی کامل کنه. و آره دیگه کلن تاریک بازار شد دیگه، اصلا هیچی معلوم نیست بچه. بذارید یه لحظه برق رو باز کنم. بچه الان بهتر شد. آره در رو ببندم کسی نشنبه که این رو. بعد خلاصه بچه آره دیگه اینطوری که کلی تخریب شخصیتی آدم میشه و کلن ترجیح دادم که مثلا تنها بمونم یا خودم کارهای خودم رو انجام بدم، تا اینکه بخوام بیام و یک نفر به اسم پدر، مادر، برادر، بهت مادرم که نه، پدر، برادر بیاد بگه مثلا تو هیچی نمیشی، تو فلانی، تو بهمانی، یا مثلا پدرم بیاد بگه من از هیچ کدومتون خوشم نمیاد. جالبه نه؟ یعنی میگه من از هیچ کدومتون خوشم نمیاد، اصلا چرا باید شما رو حمایت کنم؟ یا مثلا یه تایمی بود که میگفتم چرا تو در این 20 سال چی کار کردی برای من، میگفتش که نه من اصلا هیچ کاری نکردم. بعد گفتم خب چرا اصلا یه بار حداقل موتورتو نمیری ببرم دور بزنم؟ گفت نمیدم، دوست ندارم بدم. منطقی بود. یا حتی مثلا من رفتم دانشگاه، مدرسه از همون بچگی، یک بارم نشد که مثلا بیاد بگه خب پدرام تو داری میری مدرسه؟ اصلا خانوادم کلن و بجز مادرم، مگه میشه آخه؟ مگه داریم اصلا هیچ؟ نه بگه چه لباسی میخوای برای مدرسه، چه کیفی میخوای، چه کتابی میخوای، چه کفشی میخوای، چی میخوای برات بگیرم، دورت بگردم؟ یک بار من تو عمرم این حرفا رو نشنیدم.
یک بار واقعا خیلی سخت بود برام که اینا رو بیا توضیح بده که واقعا چرا اینطوری شده، چرا مثلا نگفتیم، مگه من اصلا تو بچگی چی کار کرده بودم. آره دیگه بچه اینم اینجوریه، نمیدونم چی باید دیگه بگم چون واقعا خیلی ناراحت میشم، ذهنم اصلا هیچ یادش نمیاد و فقط ناراحتیه رو تجربه میکنم. فقط خواستم بدونید که من اینجا یه پسر باحال قوی که خیلی چیزای زیادی رو دوست داره انجام بده ولی نمیتونه، حتی من نمیتونم دوست هم پیدا بکنم، چون میگم حتی اگه بخوام یه دوست عادی هم پیدا بکنم از همجنس خودم یا حتی از غیر همجنس خودم فرقی نمیکنه، یه هزینه رو حتما داره و منی که نمیتونم حتی برای کلاسایی که دوست دارم ثبت نام بکنم چطور میتونم تو دوره‌ای که حالا همه به دید پول به هم نگاه میکنن من بیام اونو داشته باشم. من تو راه هدف خودم، این آخرین جمله رو بگم و تموم کنم، تو راه هدف خودم یا میمیرم، اینو جدی میگم چون از مرگ نمیترسم و خیلی قبلا میترسیدم ولی چند ساله که اصلا نمیترسم و میدونم که شاید بعدش خوب باشه، یا به اون چیزی که میخوام میرسم. پس نمیخوام ترحم داشته باشید و از روی دلسوزی یه حرف خوبی رو بزنید، دوست دارم اگه چیزی میگید برای خودم باشه، منی که بدون هیچ چیزی فقط خدا دستمو گرفت و منو تربیت کرد، منو رشد داد، منی که خیلی دوست داشتم یه باری حرف خوبی رو بشنوم، منی که یه بار دوست داشتم سر یه سفره با هم غذا بخوریم خونوادگی، منی که دوست داشتم حمایت اطرافیانم رو ببینم، حس خوب اطرافیانم رو ببینم، دوستشون باشم قبل از این که بخوام فرزند باشم یا برادر باشم. ولی همه هم اذیت میکنن، همه با هم دشمنی دارن، من چطور میتونم اینجا کارامو انجام بدم یا بخوام حتی درخواستی بکنم؟ آره دیگه اینطوری. خلاصه مراقب خودتون باشید بچه ها. بای بای.